کنفرانس حریت که شامل همه احزاب مسلمان در جامو و کشمیر می باشد در بیانی تاکید نمود مسلمانان جامو و کشمیر در بخش هندی آن از همه از آزادی ها و حقوق اولیه خود از جمله آزادی های مذهبی محروم شدند به گزارش سرویس رسانه کشمیر وکیل عبدالرشید منهاس سخنگوی ای پی سی در بیانیه در سرینگر تاکید کرد که جلوگیری از اقامه نماز جمعه در مسجد تاریخی سرینگر نقض وقیهانه حقوق دینی و دیگر حقوق اساسی مردم این قلم رو می باشد. وکیل عبدالرشید منهاس ضمن ابراز تأسف از ایجاد محدودیت ها و ممانعت های پی در پی مقام های هندی نسبت به مسجد جامع تاریخی در سرینگر که بیش از سه دهه است که ادامه دارد ممنوعیت برگزاری نماز جماعت در این مسجد جامعه را نشان دهنده تعصب عمیق مقامهای هندی نسبت به احساسات مسلمانان در جامو و کشمیر عنوان نمود سخنگوی سی با اشاره به کشته شدن دو جوان بیگناه که اخیرا توسط نیروهای هندی در منطقه اوری در بارامولا اتفاق افتاده گفت دولت نارندرا مودی پس از لغو قانون ویژه در جامو و کشمیر نسل کشی مردم این منطقه را تشدید کرده و این وضعیت همچنان ادامه دارد وی در ادامه تاکید کرد کشمیری ها مصمم به مقاومت در برابر نقشه‌های شوم دولت حاکم در هند در خصوص نادیده گرفتن حقوق هویت و سرنوشت سرزمینشان میباشند وکیل عبدالرشید منهاس از سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای دوستار صلح و آزادی در جهان خواست تا در جهت پاسخ خونه دولت حاکم بر هند به دلیل سرکوب حقوق مذهبی و سایر آزادی های مردم در جامو و کشمیر تلاش نمایند.